بحث واکسن که پیش میاد متعلق به کدوم کشوره، جدا از مباحث علمی تبدیل شد به یک مطالبه اجتماعی که واکسن باید به وجود. با افزایش مطالبات مردم برای خرید واکسن، خامنه ای ناگزیر به روسیه آویخت تا شاید بتواند با واکسن تایید نشده روسی موج مطالبات مردمی را پشت سر بگذارد. مسکو گفتن که واکسن اسپوتنیک روسی رو ایران تایید کرده، سیستم بهداشت ایران. بله، ما واکسن هایی که داریم مذاکره میکنیم، امیدوار هستیم که همین امروز و فردا امضا بشه. امیدواریم که هم بتوانیم در زمینه خرید واکسن اسپوتنیک هم در زمینه تولید مشترک این واکسن. یک کانال حکومتی ضمن اشاره به بازی با جان میلیون ها ایرانی با واکسن روسی نوشت: اگر در واکسن فایزر تردید می کنید، واکسن روسی سراسر ابهام است. ایرانیان موش آزمایشگاهی کرملین نیستند. آدم چطور میتونه اینو هضم کنه؟ خب یه چیزی که خودشون میگن هیچ اثری نداره، میخوان تازه آزمایش کنن، شو بری ایران آزمایش کنی؟ گاهی اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن، ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. این در حالی است که مینو مهرز ضمن بی‌اعتبار خواندن واکسن روسی گفت: تهیه و واردات واکسن کرونا روسی توسط دولت از شانس بد مردم ایران است. در حال حاضر به هیچ عنوان از این انتخاب راضی نیستم. من به عنوان یکی از اعضای کادر درمان این واکسن را تزریق نمی کنم، زیرا تا کنون هیچ اطلاعاتی از آن منتشر نشده است. اون مقدار که من اطلاعات گرفتم در کل دنیا 11,000 نمونه حاضر شدن آزمایش کنن رو مردمشون، 3,500ش در ایران اتفاق افتاد. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. مسیر خامنه ای کشتار جمعی از طریق ممنوعیت واکسن معتبر و ورود واکسن بی‌اعتبار روسی است، اما مسیر مردم انتخاب واکسن اتحاد و آتش در برابر ویروس کرونا ولایت است.